بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید تا در یک برنامه دیگه 360 درجه در خدمت شما نگاهی به مهمترین رویدادها و تحولات میهنمون داشته باشیم. بحث و بررسی امروز ما اختصاص داره به سخنرانی دیروز خامنه ای. آیا حرفای دیروز ولی فقیه در محتوا تکرار حرفای همیشگی او بود و یا تفاوت داشت؟ نکات مهم یا در واقع اعترافهای مهم خامنه ای در حرفهای دیروز چی بود؟ آیا این نکات و اعتراف ها رو باید جدی محسوب کرد؟ و بالاخره آیا حرفها و مواضع دیروز خامنه ای میتونه نظام رو از بحرانهایی که از هر طرف محاصرش کرده نجات بده؟ موضوع دیگر، گزارش دوم ما به رشد و گسترش سرطانی حاشیه های سیاه و فقرزده شهرهای کشور اختصاص داره. چه تعداد از این زیستگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرهای بزرگ کشور وجود داره؟ چه تعداد از هموطنان ما در این حاشیه ها که از حداقل یک زندگی انسانی بهره ای نداره زندگی می کنند؟ میزان محرومیت در این حاشیه ها چقدره و آسیب های این فقر و محرومیت به چه میزانه؟ و بالاخره چشمانداز این مناطقی که نه فقط در شهرها بلکه در حاشیه زندگی قرار گرفتن در این رژیم چی هستش؟ دیروز ولی فقیه ارتجاع حرفای متفاوت از حرفای دو پهلوی همیشه گیفتن. ببینیم که این حرفا چگونه در رسانه‌های حکومتی و دستگاه تبلیغاتی رژیم منعکس شده. آیا موضع‌گیری خامنه‌ای می‌تواند نظام را از بحران برهاند؟ مسئول آمریکایی همین چند روز قبل از این میگه که ایرانی‌ها گیر افتادند. ایرانی‌ها در قضایای هسته‌ای با دست بسته پشت میز مذاکره حاضر میشن. خب این خطای محاسباتی است. ایرانی‌ها گیر نیفتادن. حالا شما در 22 بهمن ان شاء الله خواهید دید ملت ایران چه خواهد کرد و چه حضوری خواهد داشت. اون وقت معلوم می‌شود که آیا ملت ایران دستش بسته است. اون تصور میکنه که ایران رو در سکنج گیر انداخته، میگه ایرانی ها پشتشون به دیوار رسیده است. نه آقا، اشتباه میکنید. شما هستید که دچار مشکلید. اونها میخواستن این ریشه رو قلع و قمع کنن. اونها حاضر نبودن تحمل کنن نظام جمهوری اسلامی رو. امروز مجبورن نظام جمهوری اسلامی رو تحمل کنن، در مسائل گوناگون هم با طرق مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، انواع و اقسام ترفندها هر ضربه‌ای که بتوانن وارد میکنن، ولیکن بی نتیجه است. حالا اونها مسئله هسته‌ای رو به عنوان یک نمونه‌ای در دست گرفتن و اینجور وانمود میکنن که جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای درمانده است. اینجوری نیست قضیه. من همینجا این رو بگم، اولا بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه. ثانیاً این رو هم همه بدانند، مسئولین ما، هیئت ما، هیئت مذاکره ما، دولت ما همه تلاششون رو دارن میکنن که حربه تحریم رو از دست دشمن خارج کنن. تلاش اونها برای این است که حربه تحریم رو از دست این دشمن غدار بیرون بیارن. البته اگر توانستن چه بهتر، اگر نتوانستن همه بدانند، هم دشمنان ما بدانند، هم دوستان ما در دنیا بدانند در داخل راهکارهای فراوانی وجود دارد که حربه را کند میکند. حربه دشمن را کند میکنه. اینجور نیستش که تصور کنیم حربه تحریم بلاشک یک حربه کاریست. طرف ایرانی
برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده است، کارهای متعددی رو انجام داده، گسترش و توسعه ماشین‌های غنی‌سازی رو متوقف کرد. خب اینو لازم دونستن که یک برهه‌ای متوقف کنه. تولید اورانیوم 20% را که یک کار بسیار بزرگی است، رسیدن به 20% دانش و فناوری 20% کار بسیار بزرگی بود، این رو کسانی که اهل فنن میدونن، رسیدن از 5% تا 20% اهمیتش خیلی بیشتر از رسیدن 20% به بالا. این کار بزرگ رو جوانان ما، فناوران متعهد ما انجام دادند. خب این رو متوقف کردند، اقتضای مذاکره این بود که متوقف بکنند. کارخانه عراق را که یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهم فناوری است، یک هنر بزرگ فناوری است، این رو فعلا متوقف کردند. فوردو را که یکی از برترین ابتکارهایی است که نیروهای ما و عناصر داخلی ما اون رو برای تضمین امنیت دستگاه‌های سانتریفیوژ ما توانستن اون رو تضمین بکنن، این رو فعلا متوقف کردم. این همه کارهای بزرگ انجام دادن. ما در جنگ تحمیلی منطق را مبنای کار خودمون قرار دادیم، در قبول قطعنامه منطقی عمل کردیم، در قضایای گوناگونی که بعد از جنگ تا امروز وجود داشته است همه جا بر اساس منطق و استدلال عمل کردیم. اینا همش برای این است که سلاح و حربه تحریم از دست دشمن خارج بشه. اگه بتوانن این کار بکنن خوبه، البته باید تحریم از دست دشمن خارج بشود به معنای واقعی کلمه، تحریم برداشته بشود. همه ملت ایران، همه دلسوزان در این جهت متفقند که عزت ملی برای یک کشور بسیار بسیار مهم است. اگر عزت بود امنیت هم خواهد آمد، اگر امنیت بود پیشرفت هم عملی خواهد بود، ولی اگر یک ملت تحقیر شد همه چیز او به بازی گرفته خواهد شد. هرچه ما را تحریم میکنند ما به ظرفیت داخلی خودمون متوجه میشیم و رو میاریم و این ظرفیت و استعداد روز به روز مثل چشمه جوشانی شکوفا میشه. خب انعکاس حرفهای خامنه ای رو در رسانه ها شنیدیم. برای طرح سوالاتی پیرامون حرفهای خامنه ای تا لحظات دیگه همراه میشیم با آقای مرتضی اسماعیلیان. آقای اسماعیلیان خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از شرکتتون در این گفتگو. میخواستم ابتدا بفرمایید که چرا رسانه‌های رژیم از تلویزیونش تا حتی کیهان خود خامنه‌ای هیچ کدومشون وارد توضیح و تفسیر حرفای خامنه‌ای نشدن؟ بله، منم متقابلا سلام عرض میکنم. به نظر من این واکنش رسانه‌های رژیم و این که مثلا روزنامه‌های رژیم و حتی کیهان خود خامنه‌ای سرمقاله‌هاشون رو به این موضوع اختصاص ندادن کاملا قابل فهمه. چرا که اگه میخواستن وارد توضیح بشن میگفتن که خامنه‌ای چه اعترافای بسیار مهمی تو این حرفای دیروزش کرده و چطور به چیزهایی که تا به حال براش در حکم تابو بوده به اون نزدیک نمیشده تا به حال اعتراف میکنه، چطور به اون چیزهایی که تا به حال مجاهدین و مقاومت ایران در مورد بحران زدگی و در بن‌بست بودن رژیم مطرح میکردن تو همین سخنرانیش اعتراف کرده و در واقع مهر تایید زد. تلویزیون رژیم که
دو سه تا گفتگوی سیاسی از دیروز در واقع پخش کرده و گفتگوهاشو به این موضوع اختصاص داده تا اونجایی که البته من دیدم. تنها در یکی دو دقیقه آخر هر کدوم از این برنامه‌هاش به این موضوع اشاره کرده و طرف‌های مربوطه هم فقط به موضوع به اصطلاح سخنرانی خامنه‌ای نوک زدن. این نکته هم خوبه اشاره بکنم که خود صحنه نمایشی که توی سخنرانی خامنه‌ای چیده بودن که خامنه‌ای بیاد و این حرفا رو بزنه، جمع کردن پرسنل نیرو هوایی و سلام نظامی و کارهای دیگه که کرده بودن، همش به خاطر پرده پوشی درماندگی و بدبختی خود خامنه‌ای بود. بله آقای اسماعیلیان، شما الان تو صحبتای کردین اشاره کردید به اعتراف‌های مهم در حرف‌های خامنه‌ای، اشارتون به کدوم حرف‌های خامنه‌ایه؟ بله ببینید، در واقع تمام حرف‌های دیروز خامنه‌ای پر بود از اعتراف‌های تلخ و زهرآگین. مثلا کلمه تحریم و التماس برای لغو تحریم‌ها رو که حداقل 10 بار در طی سخنرانیش تکرار کرد. شاید خودش فراموش کرده باشه که مردم حتما یادشون هست این همون کسیه که تو همین سخنرانی های قبلیش مطرح میکرد، میگفتش که ما در برابر تحریم ها واکسینه شدیم. حالا جالبه که دیشب تلویزیون رژیم در یکی از همین گفتگوهای سیاسی که داشت به طور ابلهانه ای قسمت از سخنرانی خامنه ای رو در بهمن 3 سال پیش پخش میکرد که اونجا هم همونطور که تو همین گزارش هم که اخیرا دیدیم ادعا کرده بود که تحریم ها باعث شکوفایی شده. خب علاوه بر این خامنه‌ای بارها البته از زبان دیگران اعتراف کرد به گیر کردن نظام در سکنج و بنبستی که توش گرفتار اومده و میگفتش که معاندین و بدخواهان میگن که ما درمانده هستیم. حالا جالبه که هر جا هم که میومد یه ژستی بگیره و ادعای قدرت مدارانهی انجام بده در جمله بعدیش ضد اون رو مطرح میکرد. مثلا میگفتش که کارخانه عراق که چنینه و چنانه از کارهای بسیار بزرگ و مهمه، اما بعدش میاد اضافه میکرد میگفتش که فعلا متوقف شد، یا اشاره میکرد به فوردو میگفت که فوردو چنین چنان اما فعلا متوقف شده، به خاطر منطق مذاکره متوقف و تعطیل شده، اشاره به همه حرفای خامنه‌ای. همطور که در بیان عقب نشینی و توجیه امتیازات کلانی که در همین قرارداد موقت ژنو داده به یک اشاره بسیار مهم میکرد، به توافق آتش بس و پذیرش قطعنامه 598 اشاره میکرد که خیلی حرف معنی داره، که جام زهری که خمینی خورد. بله حالا خنده‌داره که واقعا در برابر همه این عقب نشینی های خفت با تنها حرفی که برای عرضه داشت در مقابلش میخواست بگه این بود که فکر نکنید که ما درمانده و عاجز شدیم. در 22 بهمن در واقع آتی مردم نشون خواهند داد که چه اتفاق خواهد افتاد، یعنی تظاهراتی که میخوان برپا بکنن و اینجور چیزها. یعنی جواب همه اینها رو به چی احاله میکرد؟ احاله میداد به یه نمایش رنگ رو رفته و سنواتی 22 بهمن. یعنی اینقدر دستش خالی بود. بله آقای اسماعیلیان، آیا حرفای خامنه‌ای میتونه بنبستی رو که در زمینه مذاکرات هسته‌ای الان رژیم باهاش روبرو شده و در اون گرفتاره، گرهی ازش باز بکنه، این بنبست رو باز بکنه؟ به نظرم خیلی روشنه نه، مطلقا نه. به عکس من فکر میکنم که از فردا دو مرتبه ما شاهد خواهیم بود و خواهیم دید که همین اعتراف‌ها چطور بحران درونی رژیم رو شدت میده. مخصوصا حالا در نظر بگیریم بالاخره این دلواپسانی بودن که تا به حال روحانی و ظریف رو به خاطر همین نوع حرفایی که دیروز خامنه‌ای زد مورد حمله قرار میدادن. حالا اینا از فردا چیکار خواهند کرد؟ حتی در صحنه بین المللی هم این حرفا فکر نمی‌کنم چیزی رو به نفع رژیم تغییر بده. در همین گفتگوی تلویزیونی که عرض کردم یکی از این طرف‌های صحبت میگفتش که بر فرضم که بحران اتمی هم به سرانجامی برسه، اما غرب و آمریکا که از دشمنیشون و از سایر ادعاهاشون از صدور تروریسم و دخالت در امور داخلی ما که اسمش رو حقوق بشر گذاشتن دست بر نمی‌دارن، یعنی حرفاشو از این جنسه. بنابراین نخیر، بحران‌ها تشدید خواهد شد و اساساً مرحله سرنگونی مرحله‌ایه که بحران‌ها روز به روز حادتر خواهد شد. بله خیلی متشکرم آقای اسماعیلیان از شرکتتون در برنامه امروزمون.
حاشیه شهرها، حاشیه نشینها، خارج از محدوده، حلبی آباد، حسیر آباد، زور آباد و غیره. اینا کلماتی هستن که این روزها بیشتر اونها رو میشنویم. اما اون چه که از این حاشیه های سیاه فرق‌زده میشنویم و اون چه که درباره اونها میخونیم یا تصاویری که میبینیم، هر کدومش یک از هزار واقعیته. گزارشی درباره شرایط غیر انسانی زندگی در حاشیه شهرها. با نابودی کشاورزی و ویرانی روستاها، روستاییان گرسنه و فقر زده برای یافتن کار و لقمه‌نانی به سوی شهرها سرازیر شدند و از آنجا که هیچ امکانی برای زندگی در داخل شهرها نداشتند، در بیابانهای اطراف شهرها سرپناه‌ها و آلونک‌هایی با استفاده از حلبی، حصیر، سنگ و خش و هرچه به دستشان می‌رسید برای خودشان و فرزندانشان سرپا کردند و به این ترتیب حصیرآبادها، حلبی آبادها و سایر آبادهای ویران در اطراف شهرها مثل قارچ بیرون زد. تعداد این زیستگاه‌هایی که از اولیه ترین امکانات زندگی محروم هستند چقدر است؟ چه تعداد انسان در آنها زندگی می‌کنند؟ درباره آمار حاشیه نشینان، طبق معمول آمارهایی که توسط ارگان‌های مختلف حکومت ارائه می‌شود تفاوت و تعارض فاحش با هم دارند. معاون بهداشتی وزارت بهداشت در خبرگزاری ایسنا 22 تیر 93: آمار حاشیه نشینان کشور 8 میلیون نفر است و پس از آنها نیز 23 میلیون نفر جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر وجود دارند که از امکانات معمول بی بهره‌اند. روزنامه جمهوری 26 مهر 93: 9 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای 77 شهر مطالعه شده کشور ساکن هستند. این جمعیت بر اساس برآوردها شامل حدود 5,200,000 خانوار است. روزنامه مردم سالاری 11 دی 93: 11 میلیون حاشیه نشین در کشور زندگی می کنند. آنچه که مشاهده می شود، آمارها گاه تا 40% اختلاف با هم نشان می دهند. اما باید یقین کرد که بالاترین آمارهایی هم که ارائه شده از واقعیت کمتر است، چرا که به گفته خودشان این آمار تنها از 77 شهر مورد مطالعه به دست آمده است. اما ببینیم کیفیت زندگی و برخورداری آنها از امکانات شهری چقدر است. تهران رو بالاخره خودم که مجلس بودم فکر میکردم که خیلی استان برخورداری واقعا. باید من از سال 39 جو ساکن هستم. بله. در تهران ساکنم. ولی وقتی استاندار شدم بررسی کردم تمام شهرستان استان تهران رو، دیدم نه، ما جایی داریم که خیلی بسیار نیاز به بسیار نیازمند هستیم. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمت شما. خب ما هر کدوم از شهرستان‌های ما اندازه یک استان جمعیت داره. مثلا شما شهرستان ری، شهرستان استامشهر، شهرستان شهریار، شهرستان ملارد، هر کدوم نگاه کن اندازه یک استان کشور جمعیت توش هست. بله. خب مثلا یه مقایسه من ساده میکنم با همین استانه که هستش، هم مثلا بلا جمعیت ببینم که امکانات که در این شهرستان ها هستش به هیچ وجه منال وجود قابل مقایسه با اونها نیستش. حتی ما به شهرستان داریم که یک تخت بیمارستانی نداره. نگفته پیداست که وقتی وضعیت حاشیه های پایتخت و مرکز کشور با صدها هزار جمعیت از این قرار است که به اعتراف استاندار حتی یک تخت بیمارستان هم در آنها وجود ندارد، وضعیت حاشیه شهرهای دیگر از چه قرار است؟ به اعتراف مقامها و رسانه‌های خود رژیم، در آنها فقر، بیکاری، اعتیاد و انواع پیامدهای ناشی از فقر بیداد می‌کند. به گفته اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های رژیم، 75% از مجرمان در مناطق حاشیه نشین و محروم زندگی کردند. خبرگزاری ایلنا 20 دی 93: بر اساس گزارش‌های منابع رژیم، تمامی کلان شهرها و مراکز استان کشور دارای حاشیه‌هایی گاه با صدها هزار نفر جمعیت است. به گزارش روزنامه مردم سالاری در بهمن ماه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان شهر تبریز 400 هزار نفر است.
این آمار البته مربوط به سال 90 است که در آن سال جمعیت تبریز 1.5 میلیون نفر و جمعیت حاشیه نشینان 400 هزار نفر است و طی 3 سال گذشته به این ترتیب 10 هزار نفر دیگر افزوده شده است. به این ترتیب حدود 1/4 جمعیت تبریز و اطراف آن در حاشیه شهر و بدون کمترین امکانات زیستی زندگی می کند. این نسبت با کم و بیش اختلاف در همه مراکز استان از جمله مشهد، بیرجند، کرمان، شیراز، اهواز، زاهدان، بندرعباس، اصفهان، کرج، ارومیه، سنندج، کرمانشاه و غیره به چشم می‌خورد و میلیون‌ها مردم ساکن آنها از آب، برق، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، جاده آسفالت محرومند و کودک و پیر و جوان و زن و مرد در میان فقر و محرومیت دست و پا می‌زنند. گزارش تکاندهنده‌ای بود که البته فقط تصویر یک قطره از این دریای درد و رنج و محرومیت که در اطراف تقریبا تمام شهرهای ایران موج میزنه بود. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که این دریای خشم توده‌های به جون اومده میلیونی مردم دیر یا زود طغیان خواهد کرد و کشتی در هم شکسته رژیم رو به کام خودش خواهد کشید. بینندگان و همراهان برنامه 360 درجه، در پایان برنامه امروز هستیم و از همه شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و پیروز باشید.